معرفی مختصر نامزدان ریاست جمهوری 1398. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. اسپوتنیک جدول معرفی کاندیدان ریاست جمهوری را این گونه ترتیب و گزارش داده است. 1. رحمت الله نبیل، سن 51 ساله، تحصیلات فارغ التحصیل رشته انجینری ساختمانی، شعار انتخاباتی امنیت و عدالت. وظایف قبلی: معاون روابط داخلی شورای امنیت ملی افغانستان، بنیانگذار و نخستین رئیس ریاست محافظت رئیس جمهور افغانستان PPS، رئیس امنیت ملی افغانستان. چند بار نامزد ریاست جمهوری بوده است؟ نخستین بار. دو. سید نورالله جلیلی، سن 45 ساله، سن 45 ساله، تحصیلات فارغ التحصیل دانشکده طب دانشگاه کابل، شعار انتخاباتی مادر وطن. وظایف قبلی: تجارت و کاروبار آزاد. چند بار نامزد ریاست جمهوری بوده؟ نخستین بار. 3. فرامرز تمنا، سن 42 ساله، تحصیلات دکترا در رشته مطالعات بین المللی هند و در رشته روابط بین الملل ایران، شعار انتخاباتی تدبیر و توسعه. وظایف قبلی: معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه، استاد و رئیس دانشگاه کابل. چند بار نامزد ریاست جمهوری بودن؟ نخستین بار. 4. شهیدا محمد عبدالی، سن 41 ساله، تحصیلات ماستری در رشته مطالعات استراتژیک و امنیتی در امریکا، شعار انتخاباتی مشارکت و تغییر. وظایف قبلی: معاون شورای امنیت ملی افغانستان، دستیار خاص حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، سفیر افغانستان در هند. چند بار نامزد ریاست جمهوری بوده؟ نخستین بار. 5. احمد ولی مسعود، سن 55 ساله، تحصیلات ماستری در رشته مطالعات دیپلماتیک در بریتانیا، شعار انتخاباتی وفاق ملی. وظایف قبلی: سفیر افغانستان در بریتانیا، رئیس بنیاد احمد شاه مسعود. چند بار نامزد ریاست جمهوری بودن؟ نخستین بار. 6. نوررحمان لیوال، سن 48 ساله، تحصیلات فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس، شعار انتخاباتی مسئولیت و عدالت. وظایف قبلی: تجارت و کاروبار آزاد. چند بار نامزد ریاست جمهوری بوده؟ دو بار. انتخابات ریاست جمهوری 1393 و 1398. محمد شهاب حکیمی، سن 61 ساله، تحصیلات ماستری در رشته اداره عامه در پاکستان، شعار انتخاباتی صلح، قانونیت و رفاه. وظایف قبلی: رئیس مؤسسه مبارزه با ماین، عضو کمیته رهبری اداره هماهنگی کمک ها برای افغان ها، استاد دانشگاه کابل. چند بار نامزد ریاست جمهوری بودن؟ نخستین بار. 8. محمد اشرف غنی، سن 70 ساله، تحصیلات دکترا در رشته مردم شناسی در امریکا، شعار انتخاباتی دولت ساز. وظایف قبلی: استاد دانشگاه اورهوز دنمارک، استاد دانشگاه در امریکا، مشاور در بانک جهانی، مشاور اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، مشاور ارشد احمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، وزیر مالیه افغانستان، رئیس دانشگاه کابل، رئیس جمهور اسلامی افغانستان. چند بار نامزد ریاست جمهوری بوده؟ سه بار. انتخابات جمهوری 1388، 1393 و 1398. 9. عبدالله عبدالله، سن 59 ساله، تحصیلات فارغ التحصیل پوانزه طب پوانتون کابل،
شعار انتخاباتی ثبات و همگرایی، وظایف قبلی، دکتر در شفاخانه نور، سخنگوی وزارت دفاع دولت اسلامی افغانستان، معین وزارت امور خارجه دولت اسلامی افغانستان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، چند بار نامزد ریاست جمهوری بوده، 3 بار انتخابات ریاست جمهوری 1388، 1393 و 1398. 10. محمد حکیم تورسن، سن 65 ساله، تحصیلات لسانس در رشته ادبیات دری پوهنتون کابل، شعار انتخاباتی ما عمل میکنیم شعار نمیدهیم. وظایف قبلی، کار در پست های مختلف اداره استخباراتی افغانستان، تجارت و کاروبار آزاد. چند بار نامزد ریاست جمهوری بوده، 2 بار انتخابات ریاست جمهوری 1388 و 1398. 11. گلبدین حکمتیار، سن 72 ساله، تحصیلات فاکولته انجینری پوهنتون کابل، ناتمام. شعار انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی. وظایف قبلی، صدر اعظم دولت اسلامی افغانستان. چند بار نامزد ریاست جمهوری بوده، نخستین بار. 12. عبداللطیف پترام، سن 56 ساله، تحصیلات دکترا در رشته اسلام شناسی در فرانسه، شعار انتخاباتی آزادی، عدالت و امنیت. وظایف قبلی، نماینده مردم بدخشان در شورای ملی. چند بار نامزد ریاست جمهوری بوده، 3 بار انتخابات ریاست جمهوری 1383، 1388 و 1398. 13. نورالحق علومی، سن 78 ساله، تحصیلات لسانس در حربی پوهنتون کابل، تحصیلات ارکان حربی در اتحاد جماهیر شوروی، شعار انتخاباتی مردم سالاری، انکشاف و توازن. وظایف قبلی، رئیس ارکان و سرپرست قول اردوی نمبر 1 مرکزی، قماندان قول اردوی نمبر 2 کندهار، رئیس تنظیمیه زون جنوب، ولایت کندهار، هلمند، زابل و اروزگان، نماینده مردم ولایت کندهار در شورای ملی، وزیر امور داخلی افغانستان. چند بار نامزد ریاست جمهوری بودند، نخستین بار. 14. محمد ابراهیم الکوزی، سن مشخص نیست، تحصیلات معلوم نیست، شعار انتخاباتی مبارزه بر ضد ظلم و بی‌عدالتی. وظایف قبلی، مشخص نیست. چند بار نامزد ریاست جمهوری بودند، نخستین بار. 15. غلام فاروق نجرابی، سن 64 ساله، تحصیلات دکترا در رشته جراحی قلب کودکان در هند، شعار انتخاباتی ندارد. وظایف قبلی، استاد طب دانشگاه کابل. چند بار نامزد ریاست جمهوری بوده؟ 3 بار انتخابات ریاست جمهوری 1383، 1388 و 1398. 16. عنایت الله حفیظ، سن 41 ساله، تحصیلات لسانس در رشته زبان و ادبیات انگلیسی پوهنتون کابل، شعار انتخاباتی خادمین ملت. وظایف قبلی، معلم در لیسه عالی عبدالرحیم شهید و لیسه همایون شهید، مشاور پلیسی، مسئول کمک های بلاعوض وزارت شهرسازی، رئیس دفتر و سرپرست ریاست منابع بشری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر. چند بار نامزد ریاست جمهوری بودن؟ نخستین بار. 17. محمد انیف اطمر، سن 51 ساله، تحصیلات ماستری در رشته روابط بین المللی و مدیریت امور کشورها پس از جنگ در بریتانیا، شعار انتخاباتی صلح و اعتدال. وظایف قبلی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، وزیر معارف افغانستان، وزیر امور داخلی افغانستان، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان. چند بار نامزد ریاست جمهوری بودن؟ نخستین بار. 18. زلمه رسول، بسود اشرف غنی کنار رفت. تشکر از توجهتان، تا ویدیوهای دیگر، بدرود.